خجسته فریدون ز ما دم بزار، جهان را یکی دیگر را مدنها به بولی و سانه سر به سنهی همی تا زو فرد شاهنشهی. عرض کردیم که ضحاک خواب هولناکی دید و این خواب رو چنین تعبیر کردند که بعد کودکی زاده خواهد شد که تو رو از بین خواهد برد و با گرزه گاوسار، یعنی گرزی که شباهت بستر گاو داره، بر سر تو خواهد کوفت و تو رو شکست خواهد داد. میپرسد که چرا این جوان چنین کاری میکنه؟ از اون کسی که خواب رو تعبیر کرده میشنود: به دلیل اینکه تو پدرش رو خواهی کشت و گاوی هم که اون نوزاد رو خواهد پرورد او رو هم خواهی کشت و به انتقام خون این دو تن است که فریدون قیام میکنه و تو رو از بین میبره. به همین دلیل هم ضحاک دستور میده که بچه ها رو همه رو از بین ببرند تا فریدون از بین بره. اما تقدیر چیز دیگر میخواسته. خجسته فریدون ز مادر بزاد، جهان را یکی دیگر آمد نهاد. ببالید بر سان سرو سهی، همی تافت زو فر شاهنشهی. جهانجوی با فر جمشید بود، به کردار تابند خورشید بود. جهان را چو باران به بایستگی، روان را چو دانش به شایستگی. چنان که ملاحظه می فرمایید، فر جمشید به فریدون منتقل شده است در نوبت دوم. در نوبت اول به مهر منتقل شد، در نوبت دوم به فریدون و در نوبت سوم به گرشاسب. اما در داستان فریدون در جای دیگری، در کوشنامه که یک منظومه حماسی دیگری هست و یک نسخه منحصر به فرد از او باقی مانده، آمده است که وقتی جمشید از ضحاک گریزان شد در حین آوارگی و گرفتاری ها، چون زنی داشت که از خاندان پادشاه چین بود، به سمت چین رفت و کسانی از او بر جای موندند، فرزندانی از او باقی موندند و تحت حمایت پادشاه چین قرار گرفتند. بعد از مدتی که فرستاده ضحاک برای از بین بردن جمشید و جمشیدیان آمد، پادشاه چین به اینها اشاره کرد که بروند در جنگل‌ها و طوری باشند که چشم نگهبانان ضحاک اونها نیفته و این افراد سالیان دراز، طبعا همون هزار سالی که ضحاک زندگی می‌کرده، در جنگل‌ها با گرفتاری و آوارگی روزگار می‌گذروندند و سرانجام از تخمه جمشید مردی به دنیا میاد به نام آبتین که پدر فریدون است. این آبتین اسمش صورت‌های دیگری در اوستا و در جاهای دیگر داره که حالا ما به اون مسائل نمی‌پردازیم. در هر صورت آبتین پدر فریدون بوده است و بعد از این که فریدون به دنیا می‌آید، مردم ضحاک متوجه می‌شوند و میان و آبتین رو می‌گیرند و می‌کشند و به دنبال نوزاد می‌رند. در روایت شاهنامه هست که مادر فریدون او رو برد در جنگل و پیش یه مرد زاهدی که اونجا گاوی هم داشت، اون مرد به او سپرد که این فرزند من، این کودک نوزاد، دارای فر پادشاهی است، فر ایزدی داره و خواهش می‌کنم که او رو مواظبت بکن. و اون گاو او رو پرورش داد، فریدون رو، تا بزرگ شد و راه افتاد و توانست که خودش رو اداره بکنه. و بعد خبر شدند ضحاکیان که چنین گاوی هست و رفتن و اون گاو رو کشتن. و در روایت شاهنامه هست که به همین دلیل گاو که اسمش برمایون، برماین، در بعضی جاها در شاهنامه فردوسی آمده است پرمایه و امثال اینها، در هر صورت به یادگار وجود این گاو طرح گرز رو
ریخت و به آهنگران گفت که یه چنین گرزی بسازند برای کینجوی او. بعد از اینکه 16 سال از عمر فریدون میگذره میاد و از مادر میپرسه که من از چه نژادی هستم و سرانجام مادرش میگوید که تو از تخمه جمشید هستی و ضحاک پدر تو کشته و داستان رو نقل میکنه و بنابراین فریدون کمر میبنده به کین ضحاک. اما در سالهای آخر روزگار ضحاک مسئله مهمی که پیش میاد مسئله کاوه آهنگره. در اینجا میگوید که ضحاک در آخرین دوران زندگیش شروع میکنه به یه مقداری تظاهرات، از جمله اونها این که سعی میکنه استشهاد تمام بکنه. البته این استشهاد در زبان فردوسی محضر و محضر نوشتن آمده است. محضر نوشتن یعنی همین تصدیق گرفتن، استشهاد گرفتن و کسانی رو به گواهی واداشتن که این مرد خوبی است یا ما از این پادشاه جز دادگری ندیدیم و این مسائل. ضحاک دستور میده که یکی محضر اکنون به باید نوشت که جز تخم نیکی سپهبد نکشت. نگوید سخن جز همه راستی، نخواهد به دادن در اون کاستی. ز بیم سپهبد همه راستان، بران کار گشتند هم داستان. بران محضر اژدها ناگزیر، گواهی نوشتند برنا و پیر. وقتی که این محضر تمام شد در همون روزگار خروشی از در بارگاه برمیخیزه و مردی به دادخواهی فریاد کنان میاد. خروشید و زد دست بر سرز شاه که شاها منم کاوه دادخواه. یکی بیزیان مرد آهنگرم، ز شاها تش آید همی بر سرم. تو شاهی وگر اژدها پیکری، بباید بدین داستان داوری. مگر که از شمار تو آید پدید، که نوبت زگیتی به من چون رسید. که مارانت را مغز فرزند من، همی داد باید زهر انجمن. در بعضی نسخه ها هست که میگوید من 17 پسر داشتم، تمام اینها رو گرفتند و کشتند و مغزش رو خوراک ماران تو کردند و یکی باقی مونده و این یک بچه رو هم شما میخواید از بین ببرید و او رو بگیرید. بعد ضحاک برای اینکه دادگری در حقیقت نشون بده میگوید بسیار خوب، ما بچه تو رو آزاد میکنیم، تو هم این محضر رو گواهی کن که پادشاه دادگر است و به داد من رسید، کار من رو به سامان کرد و بچه من رو آزاد کرد. وقتی که اون محضر رو میارند بفرمود پس کاوه را پادشاه، که باشد بران محضر اندر گواه. چو برخاند کاوه همه محضرش، سبک سوی پیران آن کشورش خروشید که پای مردان دیو، بریده دل از ترس کیهان خدیو. همه سوی دوزخ نهادید رو، سپردید دلها به گفتار اوی. خروشید و برجست لرزان ز جای، بدرید و بسپرد محضر به پای. کاوه اون گواهینامه رو گرفت، درید، پاره کرد، ریزیز کرد و زیر پا لگدمال کرد. بعد از اون آمد بیرون و چرمی رو که آهنگران جلو خودشون به عنوان پیشبند میبندند که از نفوذ جرقه های آهن جلوگیری بکنه، او رو بر سر چوبی کرد و مردم رو گرد آورد به دادخواهی و مردم که از ستم ضحاک به جان آمده بودند گرد آمدند، ضحاک رو سرنگون کردند و بعد فریدون رو آوردند و فریدون آمد و پیروز شد. اما در کوشنامه داستان به این صورت نیست، داستان گاو اصلا نیست. میگوید فریدون رو میبرند به تبرستان، چون راه تبرستان راه خیلی دشواری بوده است، مدتی اونجا نگه میدارند و در اونجا مردی بوده است بسیار خردمند که وزیر پادشاه تبرستان بوده و او فریدون رو تحت تعلیمات قرار میده و او رو هر گونه خرد و دانش میآموزه و او رو شایسته پادشاهی به بار میآوره. متاسفانه بیش از این در این باب نمیتونیم صحبت کنیم. دلیلش این است که یک نکته بسیار مهم رو در اینجا بنده باید به عرض برسونم و او مسئله آهنگری کاوه است و آهن و افسانه آهن و آهنگری.
و رابطه او با جادویی، چنان که عرض کردیم بارها، خود ضحاک هم به جادویی این روزگار دراز رو به پادشاهی می‌گذرانه. در افسانه‌های قدیمی آمده است که آهن خاصیت ضد جادویی داره. آهن در حقیقت باطل و سحره. مثل اینکه یک بار در این برنامه‌ها عرض کردم که نخست بار آهن رو از آسمان سنگ‌ها می‌گرفتن و از او استفاده می‌کردن و در نتیجه چون جنبه آسمانی به او می‌دادند، بنابراین فکر می‌کردن که چون این از عالم بالا آمده ممکن است که در سرنوشت‌ها تأثیر داشته باشه و خاصیت عرض کردم ضد جادویی داره. این بارها در افسانه‌ها آمده است. یکیش همین مورد است که تنها کسی که می‌توانه به ضحاک و جادویی او پیروز بشه مرد آهنگری است به نام کاوه. در داستان‌های دیگر هم هست، جایی هست در دارابنامه، داستان دیگری که دو تا دارابنامه هم داریم، یکیش که معروف به دارابنامه بیغمی است، در یه جایی میگوید که اگر جادوان رو بگیرن و سوزن آهنین در بینی اونها بکنند، اینها دیگه قدرت جادوگری ازشون سلب میشه. از این مسائل نه تنها در افسانه‌های ایرانی بلکه در افسانه‌های نقاط دیگر مال اقوام هند و اروپایی به خصوص هست، این خاصیت ضد جادویی آهن و این مسئله در کار کاوه آهنگر و قیامش بر ضد ضحاک بسیار بسیار جالب. در هر صورت فریدون میاد به کاخ ضحاک، ضحاک رو میگیره و ضحاک تاب و توانش رو از دست میده در برابر او و فریدون با اون گرزه گاوسار بر سر او میکوبه ولی او رو نمیکشه، قصد کشتنش رو میکنه. سروش به او میگوید که نه، هنوز موقع کشته شدن او فرا نرسیده و اگر او رو بکشی جهان پر از فتنه خواهد شد. این است که او رو در بند میکنه و میبره به کوه دماوند و اونجا زندانی میکنه و خودش پادشاهی ایران رو میگیره و به تخت مینشینه و قدرت رو به دست میاره. پادشاهی فریدون تفصیل زیادی نداره. اون تیرگی ها و گرفتاری ها و جادویی ها و کجروی های دوران ضحاک در عصر فریدون از بین میره. به روز خجسته سر مهر ماه به سر برنهادان کیانی کلا. زمانه بیاندوه گشت از بدی، گرفتند هر کس ره ایزدی. چنان که قبلا در روزگار جمشید عرض کردیم، برقرار کردن جشن نوروز رو به جمشید نسبت می‌دهد در شاهنامه. جشن بسیار بزرگ دیگری که هنوز در میان ما ایرانیان وجود داره، یعنی جشن مهرگان، هم به فریدون نسبت داده شد. اینجا یک چند کلمه ای بنده باید درباره جشن‌های ایران باستان عرض بکنم. گویا قبلا عرض کردم که هفته در ایران باستان نبود. 12 ماه 30 روزه وجود داشت در سال شمسی، به خلاف نژاد سامی که سالشون سال قمری بود و هر روز از ماه یک اسم داشت و 12 روز اسمش همون اسم 12 ماه فعلی است و در هر ماه وقتی اسم روز و اسم ماه یکی می شد اون روز رو جشن می گرفتن. مثل تیر روز از تیر ماه، اردیبهشت روز از اردیبهشت ماه، مهر روز از مهر ماه الی آخر، و به این ترتیب 12 جشن ماهانه در طی سال داشتیم. علاوه بر این جشن های دیگری هم بود، مانند جشن سده که بنده قبلا ازش یاد کردم به اختصار در دوران پادشاهی هوشنگ. اما در میان این 12 جشن 2 جشن بود که از همه با شکوه و جلال بیشتری برگزار می شد. نخستین اونها نوروز و دومینش مهرگان. جشن مهرگان در آغاز پاییز در مهر ماه برگزار می شد
روز اصلی جشن مهرگان مهر، روز از مهر ماهه که 16 هر ماه، یعنی 16 مهر. ولی این دو جشن یعنی نوروز و مهرگان به دلیل اینکه با شکوه بسیار برگزار میشد مدت درازتری بیش از یک روز طول میکشید، یعنی 6 طول میکشید و مهرگان رو از 10 مهر آغاز میکردن و روز 16 مهر رو بهشون گفتن مهرگان خاصه که مخصوص خود پادشاه. در ضمن باید عرض بکنم که در گاه شماری ایران باستان در زمانهای بسیار قدیم سر سال از اول پاییز آغاز میشد نه از اول بهار. دلیل این مطلب بسیار ساده است، چنان که میدونید فصل پاییز است که تمام محصولات و دسترنج کشاورزان به دست میاد، میوه ها همه میرسه، گندم ها و خرمن ها همه برداشته میشه، درختان هرچه بارو برداشتن میدن، گله ها و رمه ها بچه هاشون کره هاشون بزرگ میشه و کم کم مردم خودشون رو آماده میکنن برای گذراندن زمستان. و همین دلیل آغاز سال رو در حقیقت آغاز به دست آمدن محصولات میگرفتن. بعد از مدت ها این آغاز سال تغییر پیدا میکنه و میرسه به اول بهار. در هر صورت میفرماید که فریدون در آغاز مهر ماه تاج بر سر گذاشت، بفرمود تا آتش افروختند، همه انبر و زعفران سوختند، پرستیدن مهرگان دین اوست، تناسانی و خوردن آیین اوست. عرض کردم در زمستان کشاورزان کاری نداشتن بکنن، این است که آسایش میکردن و در جاهای خودشون میموندن. اما پرستیدن رو اینجا باید بنده یه توضیح بدم، یه کلمه، برای اینکه مبادا تصور بشه که مراد از این پرستش همون عبادت است که ما الان برای خدا این لغت رو به کار میبریم و عبادت خدا رو میگیم خدا پرستی. اصلا پرستیدن به معنی خدمتگذاری و خدمت کردنه و در شاهنامه فردوسی هر جا پرستنده میاد به معنی خدمتگذاره. در زبان فعلی امروز فارسی هم کلمه پرستار هنوز یادآور معنی باستانی کلمه پرستیدن هست. بنابراین اگر فردوسی اینجا میفرماید که پرستیدن مهرگان دین اوست، مراد تجلیل از جشن مهرگان است، نه اینکه به مهرگان جنبه الهی و خداوندی بدن. به هر صورت گفتند که فریدون 500 سال پادشاهی کرد و در دوران او همه مردم باز به آسایش و ایمنی میزیستند. بعد داستان پسرای فریدون پیش میاد، میگوید وقتی 50 از روزگار فریدون گذشت 3 برای او به دنیا آمد. ده سالش چو 50 اندر کشید، 3 آمد گرامی پدید. به بخت جهاندار هر 3 3 نژاد از در تاج زر، از در یعنی شایسته و سزاوار. بعد فردوسی میگوید که 2 از این پسران از شهرناز بودند و 1 دیگر از ارنواز، 2 خواهر کنچ. مسئله مهمی که در اینجا پیش میاد که مسئله ازدواج این هاست که فریدون وزیری داشته است، مرد خردمندی در دستگاهش داشته است که به او میگوید برو و 3 از 1 و 1 دخترانی که شایسته همسری فرزندان من باشن پیدا کن تا من اونها رو به زنی به پسران خودم بدهم. این مرد که جندل اسمش بوده در ایران میگرده و میبیند که از دهقانان ایران کسی چنین دخترانی که شایسته عروس فریدون شدن باشن نداره، در نتیجه میرود به یمن. پادشاه یمن شاهی بوده است به نام سرو شاه که او 3 داشته و طی داستان بسیار دلپذیری این دختران سرانجام به زنی پسران فریدون در می آیند. تفصیل رو ما اینجا می گذاریم. مسئله این است که پادشاه یمن دلش نمی خواسته دخترانش از خودش جدا کنه
با سرداران خودش مشورت میکنه و اونا میگویند که چیزهای مشکل از اینها بخواه، ولی فریدون چون خودش مرد بسیار خردمندی بوده و گویا با افسون و با مسائل ماوراءطبیعی هم سر و کار داشته، پسرانش رو طوری تعلیم میده که اون چه رو پادشاه یمن خواسته بود میتوانند به جا بیارن و نتیجه کار این میشود که میتوانند اون دختران رو به زنی بگیرن. من بیش از این از این داستان یاد نمی کنم. ممکن است که دوستان خودشون مطالعه بکنن در خود شاهنامه و لذت ببرن از مطالعه این داستان. اما نکته بسیار مهم این است که میگوید که فریدون در اواخر دوران زندگی خودش تصمیم میگیره که کشور خودش رو بین سه پسرش ایرج و سلم و تور بخش بکنه. توران رو به تور میبخشه، روم رو به سلم میبخشه و ایران رو به ایرج. قبلا اینجا باید یک توضیح کوچک بدم و این است که حتی در شاهنامه فردوسی تصور شده است که تورانیان ترکن و حتی افراسیاب رو پادشاه ترکان میدونه و در شاهنامه تورانی و ترک به صورت مترادف آمده است، در صورتی که در حقیقت تورانیان هم شاخه ای از قوم آریایی بودند که در تمدن یک قدری در مراتب پایین تری از اقوام ایرانی قرار داشتند و از پی اونها قبائل زردپوست و ترکان بودند که وقتی تورانیان به سمت شرق میان و میان در نزدیکی‌های فلات ایران سکنا می‌گزینند، بعد ترکان جایگزین اونها میشن. در صورت قبائل ایرانی بودند. این رو می‌خواستم به عرض برسونم که اشتباه یه وقت پدید نیاد. از این گذشته چنان که میدونید همه مردم دنیا، هر کس در هر کشوری هست، کشور خودش رو بهترین کشورهای دنیا میدونه و در نظر او درست هم هست. ایران رو هم به همین ترتیب از قدیم بسیار تعریف کردن و این تعریف ها کاملا به دل ما ایرانیان مینشینه و ما تصور نمی کنم هیچ کدوممون هیچ جای دنیا رو نسبت به ایران برتر و بهتر بدانیم. بعد از اینکه توران به تور داده میشه و روم به سلم داده میشه، ایرج فرزند کوچکتر بوده که ایران رو فریدون به او اختصاص میده، دو برادر رشک میبرن و به پدرشون اعتراض میکنن و فرستاده نزد او میفرستن که تو به چه مناسبت ایران رو که بهترین نقطه ملکت بوده به ایرج دادی و باید در این تقسیمت تجدید نظر بود. البته فریدون توجهی به این مطلب نمی کنه، برای اینکه قبلا با خردمندی و با تأمل و دقت این کار کرده بوده، ولی دو برادر یعنی سلم و تور می نشینن و با هم توطئه می کنن و تصمیم می گیرن که ایرج رو از میانه بردارن و به این ترتیب است که جنگ های بسیار مفصل ایران و توران پیش میاد که در حقیقت زمینه اصلی و علت اصلی پدید آمدن داستان های حماسیست. آنچه در این داستان مهم هست این است که دو برادر یعنی سلم و تور وقتی که میان به قصد قتل ایرج، ایرج با کمال مهربانی با اونها برخورد میکنه و حتی هر چه پیشنهاد این دو برادر میکنن او میگوید که من با کمال میل میپذیرم، حتی میگوید که من حاضرم از پادشاهی ایران کنار بروم. و در هر صورت ایرج در این داستان نمونه کامل خردمندی، بیگناهی، معصومیت و نداشتن پرخاشجویی است و دو برادر در اینجا به ستم او رو میکشند. یک بیت از شاهنامه هست که در بوستان سعدی آمده است. شیخ اجل در بوستان میفرماید که چه خوش گفت فردوسی پاکزاد، که رحمت بر آن تربت پاک باد. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. این بیت که صریحا از طرف سعدی به فردوسی نسبت داده میشه و درست هم هست، از زبان ایرج به برادران گفته میشه وقتی که قصد کشتن او رو میکنه. فردوسی میفرماید بعد از این که آمدند، دو
دو برادر سلم و تور فکر کردن که اگر ایرج را از میان بر ندارن، حتی تمام سپاهیان سلم و تور، یعنی سپاهیان توران و روم نیز به علت خوبی خوی و خلق ایرج به او میگروند. میگوید اگر بیخ اون نکس لانیز جای، ز تخت بلندت کشد زیر پای. بر این گونه از جای برخواستم، همه شب همی چاره آراستم. بنابراین میآیند و شروع میکنند به اینکه ایرج رو بکشند و یکی از دو برادر یعنی تور از جا بر میخیزه و کرسی یعنی صندلی رو میزنه بر سر ایرج. به کرسی به خشمندر آورد پای، همی گفت و برجست هزمان، هزمان یعنی هر زمان. ز جای یکایک بر آمد ز جای نشست، گرفتان گران کرسی زر به دست. بزد بر سر خسرو تاجدار، از او خواست ایرج به جان زینهار. امان خواست، گفت مرا مکش، مکش مر مرا، که سرانجام کار بپیچاند از خون من کردگار. مکن خیشتن راز مردم کشان، که از این پس نیا بیز من خود نشان. میگوید کنار میرم، بسنده کنم زین جهان گوشه ای، به کوشش فراز آورم توشه ای. به خون برادر چه بندی کمر، چه سوزی دل پیر گشته پدر. ولی جواب تور به این گفته های ایرج این است: یکی خنجر از موزه بیرون کشید، سراپای او چادر خون کشید. بدان تیز زهراب گون خنجرش، همی کرد چاکان کیانی برش. برود آمد از پای سرو سهی، گسستان کمرگاه شاهنشهی. دوان خون از آن چهره ارغوان، شد آن نامور شهریار جوان. به این ترتیب ایرج کشته میشه و دو برادر بدون اینکه پدر رو ببینن، فریدون منتظر بازگشتن پسرش بود که سفارش بسیار هم کرده بود که این بچه رو آزار نرسونن، ولی اینها بعد سر برادرشون ایرج رو میبرن و با مشک و عنبر آکنده میکنن و سر رو در محفظه میگذارن و میفرستن پیش پدر. اینطورم پیغام میدن: چون این گفت کینت سر آن نیاز، که تاج نیاگان به دو گشت باز. کنون خواه تاجش ده و خواه تخت، شد آن شاه گستر نیازی درخت. برفتند بازان دو بیداد شوم، یکی سوی چین و یکی سوی روم. سر برادر رو میفرستن برای فریدون و بدون اینکه او رو ببینن بعد هر یکی به راه خودشون و به مملکت خودشون میرن. بدین ترتیب دو برادر فریدون رو به سوگ پسرش، پسر دلخواهش ایرج می نشانند و داستان بعد که داستان منوچهر است و انشاءالله او رو در آغاز داستانهای پهلوانی یعنی بخش حماسی شاهنامه باز خواهیم گفت، ایرج زنی داشته است و اون زن پسری به دنیا می آورد منوچهر نام، که فریدون منوچهر رو بزرگ می کنه و او رو به خونخواهی پدرش وامی داره و منوچهر لشکرکشی می کنه و انتقام خون پدرش رو از سلم و تور می گیره. از این مطلب می گذریم. اون چه اینجا باید عرض بکنم این است که فریدون از شاهان بسیار بسیار قدیم ایران است، در دورانی که اقوام ایرانی هنوز از همدیگه جدا نشده بودند و در حقیقت این اسم ایرج و تور است که به ایران و توران داده شده، نه به عکس که اول ایرانی بوده است و او رو به ایرج دادن و تورانی بوده است که او رو به تور دادن. خیر، درست قضیه به عکسه، یعنی این سرزمینی که ما در اون زندگی میکنیم که ایران نامیده میشه، در اوستا اسمش بوده است ایران و ایجه، که ملاحظه میفرمایید نزدیکی بسیار زیادی با ایرج داره، و همچنین توران که معنی جایگاه و سرزمین
تورها هست. بنابراین پادشاهی فریدون قبل از جدا شدن این اقوام هست و به همین دلیل هم هست که اسم فریدون هم مثل اسم جمشید در کتاب باستانی هند ودا آمده است. این مطلبی بود که در آخر کار پادشاهی فریدون میخواستم عرض بکنم. فریدون 500 سال چنان که عرض کردم زندگی کرد و سرانجام به مرگ طبیعی مرد و منوچهر رو به جای خودش نشاند که در دوران منوچهر داستان سام و به دنیا آمدن زال پدر رستم و آقا